لائوتارو در رئال هم‌تیمی شدن با مسی هست. به توجهی رئال مادرید به چراغ سبز ناگهانی پول پگبا. بارسا در آستانه نهایی کردن یک تمدید قرارداد مهم. این ویدیو بارسا را دوباره برهم می‌ریزد. تنش جدید در رابطه مسی و بارسلونا. مدیر برنامه لائوتارو مارتینز تکرار کرد که او هنوز هم در رویای هم‌تیمی شدن با لیل مسی هست. بارسلونا از مدت ها پیش با دنبال جذب لائوتارو مارتینز هست. ستاره آرژانتین اینتر فصل گذشته خوش درخش شد و باشگاه کاتالان او را گزینه عالی برای جانشینی سوارز میدانست. هفته ها پیش مذاکرات دو باشگاه شروع شد، ولی پس از شروع مجدد رقابت های لالیگا و سری آ همه چیز متوقف شد. پس از پایان فصل که برای بارسا کابوسوار نیز بود، بارسا یک بار دیگر برای جذب لائوتارو اقدام کرد، ولی این بار هم به نتیجه نرسید. اینتر خواهان معاوضه بازیکن نبود و بارسا هم بودجه لازم برای خرید ستاره آرژانتین را نداشت. دستمزد بالای لائوتارو هم مزید بر علت بود تا این انتقال عملا منتفی شود. نکته قابل توجه دیگر، علاقه رونالد کومان سرمربی هلندی بارسا به ممفیس دپای بود. مهاجم کردانتر از لائوتارو و در دسترستر به نظر می رسید. بتیاکه ایجنت لائوتارو مارتینز در مصاحبه با تی ان تی اسپورت باز هم تکرار کرد که رویای ماکلش بازی کردن در کنار مسی در رده باشگاهی هست. او چانس این را داشت تا پیشرفت کند و با کار و تلاش زیاد خودش را به سطح خوبی در فوتبال برساند. معتقدم انتقال به فوتبال اروپا چانس پیشرفت را افزایش داد. لائوتارو حالا از بهترین مهاجمان دنیا است و در بالاترین سطح نیز بازی می کند. لائوتارو همیشه مشتاق بازی برای تیم ملی آرژانتین و کنار لیل مسی است و همچنین در رویای هم‌تیمی شدن با او هست. یا که در مورد شایعات نقل و انتقالات تابستان نیز گفت، حرفهای زیادی در مورد او زده شد و شایعات در مورد جدایش از اینتر زیاد بود. تیم‌های زیادی لائوتارو را می‌خواستند، ولی هیچ مذاکره جدی رخ نداد. هنوز 3 سال از قرارداد او باقی مانده و پنجره نقل و انتقالاتی هم به تازگی بسته شده است. او در بهترین فرم است و فصل خوبی را در انتظار دارد. فصل گذشته که برایش عالی بود. تمدید قرارداد با اینتر. فعلا زمان صحبت در مورد تمدید قرارداد نیست. او 3 سال دیگر قرارداد دارد. موندو دی پورتو مدعی شد به زودی قرارداد مارک آندره تر اشتیگن با بارسلونا تمدید خواهد شد. با وجود عملکرد نه چندان خوب بارسلونا تا فصل گذشته، ما در وازبان آلمانی این تیم یعنی مارک آندره تر اشتیگن یکی از بهترین بازیکنان بلوگرانا بوده است و همواره عملکرد کم نوسانی را از خود ارائه داده است. در واقع میتوان او را در کنار لیلین مسی به عنوان بهترین بازیکن بارسا تا فصل اخیر یاد کرد. در ماهای گذشته مشایعات زیادی در رابطه با آینده این در وازبان آلمانی مطرح شد و حتی در مقطعی گفته شد که مذاکرات تر اشتیگن و بارسلونا برای تمدید قرارداد با بنبست خورده است و حتی این احتمال وجود دارد که او بارسلونا را ترک کند. خبری که موجی از نگرانی را در بین هواداران بارسلونا ایجاد کرد. با این حال به نظر می رسد که بعد از حواشی و شایعات فراوان بالاخره مارک آندره تر اشتیگن در آستانه تمدید قرارداد با تیم کاتالونی قرار گرفته است. بر اساس ادعای موندو دپورتیو تر اشتیگن تا روز آینده قرارداد جدید با بارسلونا امضا خواهد کرد و به این ترتیب تا سال 2025 در باشگاه کاتالونی ماندگار خواهد شد. پول پگبا روز گذشته در نشست خبری سراتن گفت که رویایش بازی کردن برای رئال مادرید هست. رئال مادرید تابستان 2019 سخت در تلاش برای جذب پول پگبا بود. او درخواست شخص زیندن زیدان بود، اما در نهایت منچستر یونایتد اجازه جدایی او را نداد. پگبا که برای شرکت در یک مراسم تبلیغاتی در ژاپن حاضر بود، در یک مصاحبه استمرش برای جدایی از منچستر و تجربه یک چالش جدید حرف زد، ولی در نهایت با مخالفت یونایتد چاره جز ماندن نداشت. پگبا روز گذشته نیز بازی برای رئال را یک رویا دانست، اما طبق گزارش‌های سران رئال دیگر هیچ تمایلی برای جذب او ندارد و پگبا با طور کامل از برنامه‌های نقل انتقالاتی این باشگاه خارج شده است. رئال برای تابستان 2021 جذب ادواردو کاماوینگا پدیده این روزهای تیم ملی فرانسه و کیلیان امباپه را در برنامه دارد و برای 2022 نیز که قرارداد بنزما به اتمام می‌رسد برای جذب ارلینگ هالند اقدام خواهد کرد. رئال دو تابستان 2016 و 2019 برای جذب پگبا به شکل جدی اقدام کرد که ناموفق بود. قرارداد پگبا سال 2021 به اتمام می‌رسد، ولی یونایتد می‌تواند این قرارداد را تا سال 2022 به شکل خودکار تمدید کند. همچنین دستمزد 15 میلیون یورو خالص در سال است که برای رئال مادرید پرداخت چنین دستمزد امکان پذیر نیست. عدم حضور لیونل مسی در کاور ویدیوی رسمی بارسلونا از بازیکنان این تیم در فصل 2020-2021 خبرساز شده است. باشگاه بارسلونا بعد از ظهر پنجشنبه یک کلیپ ویدیویی منتشر کرد. ویدیویی که از طریق حساب تویتری باشگاه منتشر شده و هدفش معرفی همه بازیکنان این تیم در فصل 2020-2021 بوده است.
اما نکته عجیب و جنجالی در ویدیو تصویر ثابت است که به عنوان کاور ویدیو استفاده شده، اما لیل میسی مهمترین بازیکن بارسا در آن حضور ندارد. بازیکنان که در کاور این ویدیو حضور دارند و قاعدتا انتظار می رود از نظر باشگاه مهمترین بازیکنان بارسا باشند، عبارتند از آنسوفاتی، آنتوان گریزمان، جرارد پیکه و ترشتیگن. این در حالی است که تا این لحظه هر زمان که باشگاه میخواست تصویر رسمی از این تیم ارائه دهد و در همه تبلیغات لیونل مسی به عنوان ابرستاره نقش محوری داشت. لیونل مسی کاپیتان بارسلونا است و البته تیم کاتالان سه کاپیتان دیگر هم دارد، جرارد پیکه، بوسکتس و سرجیو روبرتو. نکته دیگری که با تعجب هواداران روبرو شده نوع حضور مسی در این ویدیو هست. در حالی که همه بازیکنان بارسا با حالت شاد و سرخوشانه در ویدیو حضور دارند و در حال تعویض پیراهن قبلی و بتن کردن پیراهن بارسا دیده می شوند و برخ از آنها مثل دست بازیکن جدید بارسا در حال نمایش دادن پرچم کشورش دیده می شود، حضور مسی در این ویدیو با چند ثانیه کوتاه خلاصه می شود. با توجه به اینکه مسی مهمترین بازیکن تاریخ بارسا است، هواداران می پرسند علت حضور عجیب مسی در این ویدیو چی بوده است؟ البته این احتمال وجود دارد که دلیل اصلی مسائل تبلیغاتی باشد، چرا که مسی با کمپانی آدیداس قرارداد شخصی دارد در حالی که اسپانسر باشگاه کاتالان کمپانی نایک هست. روز تحول بزرگ کوتینیو در بازگشت با بارسا. فلیپ کوتینیو یکی از بهترین های بارسلونا در شروع فصل 2021 بوده است. فلیپ کوتینیو پس از یک سال حضور قرضی در بایر مونیخ با بارسلونا بازگشت. و زمستان 2018 از لیورپول راهی بارسلونا شد و بین جنوری تا می سال 2018 توانست 11 گل برای بارسا بزند و سومین گلزن برتر کاتالان ها بود. کوتینیو در جام جهانی هم از خوب های برزیل بود، ولی فصل 2018-19 برای او در بارسا کوبوس بارسی پری شد. او نتوانست پاسخ انتظارات ارنستو والورده و هواداران بارسا را بدهد و تابستان 2019 قرضه به بایر مونیخ رفت. ستاره برزیلی در تمرینات بایرن بود که به اهمیت کارهای بدنسازی بیشتر واقف شد. وزیر نظر نیکو کوواچ و سپاس آنسی فلیک تمریناتی با مراتب دشوارتر از لیورپول و بارسلونا را تجربه کرد. اتفاقی که باعث پیشرفت در شکل بازی او شد و در نهایت وقتی به بارسلونا بازگشت، رونالد کومان سرمربی جدید باشگاه مانع جدایی او شد و در سه بازی نخست باشگاه کاتالان جزو بهترین ها بود. راز تحول کوتینیو در بارسا استفاده از دو بدنساز تخصصی هست. او پس از اتمام تمرینات در منزل نیز تمرینات بدنسازی و استقامتی را زیر نظر مربیان اختصاصی خود دنبال میکند و نتیجه اش را نیز گرفته است. این کوتینیو دیگر هیچ شباهتی به کوتینیوی سال 2018-19 ندارد.